به به، سلام 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 بچه ها، سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ سلام سلام امی، سلام هانیه، سلام دیبا، فاطمه، معین، هلیا، فاطمه، نبیز، علی، ریحانه، مریم، بچه هایی که به اسم خود شما بودن، میهمان، عارف سهر هستم. سلام 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 به سلام بچه ها، سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ چه خبر؟ چه کار میکنین؟ به 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 بقیه بچه اوه 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 این دیگه بچه ها اسم تو مقیه نمیشه خیلی حله. اوکی اوکی اوکی، حالتون چطوره؟ خوبین بچه ها و بقیه دیگران اعضای تیم فنی؟ سلام، حالتون چطوره؟ کلاس دهم در خدمتتون هستم. دیبا گفتم که بهت خیلی سخت، دیبا گوش بده، خیلی سخت گفتم که. خب سلام سلام سلام، آره گفتم که خیلی سخت. بعد دیگه حالتون چطوره بچه؟ خوب این سلامتی؟ خب چه خبر؟ چیکار میکنید؟ من یه صحبت اولی با همتون بگم. وقتی که بچه ها کلاس دهم هست، بچه ها وقتی کلاس رو گوش میدین، چند چیز که میگم حتما کارهایی که میگم باید انجام بدین. یک، در مورد خود شرایط کلاس، کلاسی که گوش میدین اول از هم از گوشی نباشین، گوش کنین که گوشیتون اوکی، یه تبلت داشته باشین یا یک در واقع لپتاپ چیزی داشته باشین که یکم یه حالا پرایوسی داشته باشین، چون حالا بچهای 11 اون یک کوچولو حالا بیشتر آشنا شدن. من میگم سری باید بنویسین، از جلسات آینده میارم بالا که باید توضیح هم واسه من بدین که اصلا عین یه کلاس حضوری میخوام حواستون جمع باشه، یه جایش قشنگ آروم تو وسط حال گوش ندین، تو خوابتون گوش ندین و از این جور چیزا نباشه که بتونین کلاس رو خوب قشنگ گوش بدین. چند چیز بگم. کلاس 11 هم که شروع میشه تایم قبل بود دیگه، محمد علی از آموزشگاه بپر، تایم قبل بود دیگه، الان تایم قبل 11 هم گفتیم دیگه، تایم قبل بود دیگه. خب اینم از این داستان. بعد دیگه خب چی میخواستم بگم؟ آها بچهای دهم، من اول سوالی بپرسم ازتون، بچه ها چند تاتون دهمین و چند تاتون 11؟ دهم اول بنویسن، دال دهمای دال بنویسن، دهمای دال بنویسن، دهمای دال بنویسن. چند تاتون دهمین؟ صرفاً دهم. آها چند تاتون صرفاً دهمین؟ بری کلا دال بل. اون مریم فاطمه. اوکی خب بقیه هم که دیگه یادم، حالا من تعدادم نمیدونم چه اینجا زده، یه بنویسین ببینم چند تاتون 11 همین، یه بنویسین چند تاتون ببینم 11 همین، یه بنویسین اینا ببینم 11 همین. آها اوکی دام یاد اومد. اوکی بله حل. خب من چند چیز بهتون بگم که انشالله اوکی باشین. کاری که میخوایم امسال انجام بدیم چیه بچه ها؟ من کتاب فیزیک دهمو میخوام بگم. بعضی وقت دوباره مثل همون کلاس جلسه قبل بچه‌ای که بودن دیدم، بعضی وقت ممکنه بچه‌ها من دارم صحبت میکنم اسکایروم سرورش کوچولو مشکل پیدا کنه، برای چند ثانیه ممکنه تصویر من کراف، اصلا دست بده، یعنی صدا هست، همه چی هست، فقط ممکنه برای چند ثانیه این تصویر من بره، این که تصویر من رفت برمیگرده، یا چند دقیقه صبر کنید این تصویر رو خود سرور همه چی رو برمیگرده، تصویر من برمیگرده. بعد همین دیگه، دوستان سلام چطوری؟ خوبی؟ تصویر برمیگرده و خلاصه این آره تصویر گیج کرده برمیگرده. فکر کنم برگشت الان. آره برگشت الان، برگشت الان. تصویر اوکی بچه‌هامه؟ بچه‌ها تصویر اوکیه؟ الان اوکی شد واسه همه. اینو بزرگش کنم. آره اوکی. خب آره تصویر برمیگرده، فقط اینم گفتم فقط حواستون باشه دیگه. اینم از این کاری که باید انجام بدین اینه که بچه‌ها موقعی که من درس میدم چت نکنین، فقط با من حرف بزنین. چت هم بستم که این صحبتایی که داریم میگیم و خوب اینجا فقط به من گوش بدید، چون وقتی چت رو اینجا باز میذارم بچه‌ها، پسر دختر اون یکی میاد سلام تو چطوری اصل بده فلان، اینجوری میشه محل تفریح. این چت رو هم میبندیم که شما فقط حواست به من باشه. اینم از این داستانی که داریم خیالمون راحت باشه. تا اینجا حله. اینم از بعد داستان دیگه‌ای داریم که کتابتون. بچه هایی که همتون تقریبا این کتاب دهمو توی دوران کرونا بودین، همتون این کتاب دهمو تو دوران کرونا بودین و اینو تو کتاب دهمو تو کرونا گرفتین، بچه هایی که سلام چطوری؟ اسم تو چیه؟ یوسف. امیر حسین.
به امیر حسین هم که اینجاست و خلاصه بچه ها اینجا هستن. بعد آها اینو داشتم میگفتم، همه تو دوران کرونا بودین، به یمن ابزارهای کمک درسی مثل موبایل و تلگرام و واتساپ یک امتحانات خیلی خوب و موفقیت‌آمیزی رو پشت سر گذاشتین. خدا خیر بده به واتساپ و گروه های تلگرامی که قبل از امتحان و در حین امتحان و همچنین بعد از امتحان تشکیل شد. خدا خیرشون بده که تونستین با موفقیت هرچه بالاتر امتحاناتون رو بچه ها پشت سر بذارید. البته شماها قطعا جز اون گروه ها نبودین، شما همتون میدونم خیلی بچه های خوبی هستین دیگه. این داستانه ای که دارید میدونم همتون هم خیلی بچه ها خوبی هستین، ولی اینجا اومدیم بچه ها درس یاد بگیریم، کاری که میگم حتما انجام بدین و تستایی هم که میگم باید بزنید. خب حالا آقا چیکار کنیم؟ کتابتون بچه ها جزوه ای که واسه تون گذاشتم جزواتون آماده است، زنگ بزنید به آموزشگاه یا اونایی که با آموزشگاه میخوان بیان، یعنی مثلا سر میزن با آموزشگاه اینا، انتشارات روبروی آموزشگاه هستش، یا اونایی که ندارن تماس بگیرن با آموزشگاه شماره انتشارات روبروی کاراگرافیکو بگیرن. اگر در کرمان هستین که بیان جزوهتون بگیرین یا میتونین تماس بگیرین با پیج روزتون برسن، و اگر در جای دیگه ای هستین که در شهرهای دیگه هستین حتما تماس بگیریم با همون سیستم کاراگرافیک تماس بگیرن، بلافاصله جزوه واسهتون سن میشه. این جزوه‌ای هست که الان شما دارین، جزوه دهمتون هست. این هم که راجع به جزوه دیگه چه چیزایی بگم؟ آها در مورد کتاب، آقا چه کتابی بگیرم؟ کتاب دهم گوش به من بدین، گوش به من بگیرین، اگه میخواین خوب یاد بگیرین حواستون پیش من باشه. حواستون پیش من باشه، من میگم کتابایی که ما به ترتیب کار میکنیم خوب به من گوش کنین بچه، یادمو که حتما بزن دوام هم که خب خیلی بیشتر وقت داره. کتاب اولی که کتاب میزنیم بچه ها، ما کتاب اولمون خیلی سبزه، ابتدا از کتاب خیلی سبز تست بزنیم، بعد که این تست تموم شد کتاب نشر الگو هست، نشر الگو، و بعد از اون کتاب نردبان فیزیک. این وسط معمولا بعضی بچه ها آزمونم میدن، مثلا آزمون قلمچی میدن، گزینده و فلان از این، بیشتر برای قلمچی، ولی یه کتاب هست، کتاب خیلی خوبه، البته کوچولوه ها، این کتاب کوچولوه هستش، یه کتاب هست به نام سه سطحی، یه کتاب هست به نام سه سطحی، این کتاب مال در واقع قلمچی هست، کوچولوه، خیلی قطعش زیاد نیست. این کتاب سه سطحی رو هم بگیرین که تستامونو از رو کتاب سه سطحی هم بزنیم. معمولا شبهای قبل از امتحان یا دو سه روز مونده به امتحان باید این کتاب بزنیم، تستش هم کمه، دور اولی هم نیست، ولی ترتیب زدن کتاباتون حتما باید به همین ترتیب باشه، یعنی اول خیلی سبز رو میزنیم، بعد نشولو رو میزنیم، شبهای امتحان یا مثلا دو سه روز مونده به امتحان سه سطحی میزنیم. نردبان هم که تکمیلی است، دورای سوالات خیلی سطح بالا، المپیاد و سوالات خیلی خیلی بالایی هست که تو کتابتون، بعضی بچه ها ممکنه بزنن بعضی بچه ها، ولی در کل جزء منابعی هست که همیشه میگیم و بعضی بچه ها میزنن، البته تعداد کمتری معمولا میزنن، چون میگن اصول المپیاد هم بزنیم خیلی نیاز نیست، ولی خب بعضی هم دوست دارن بزنن، بچه باسواد بشن بزنین یاد بگیرین و تست بزنین دیگه، کار کنیم و از این حرف. اینم در مورد کتابایی که داریم دیگه، اینم در مورد این کتاباتون، کتابایی که باید بگیرین اینه، فعلا یه دونشون رو بگیرین، فعلا یه دونشون، مثلا آقا دو تا میخواین بگیرین فعلا این دو تا رو بگیرین، اینم که واسه شبای امتحانتون که احتمالاً مهربت، ولی فعلا آقا یه دون میخوای بگیری خیلی سخت، دو تا میخوای بگیری نشول کن. بعد کتابای سطح پایین دیگه نمیخوام بزنین، گوش میدین بچا، کتابای سطح پایین آقا فلان کتاب هستن، این کتاب مثلا آقا مثلا پی گلواژه و چه میدونم کتاب گاج، کتاب گاج مثلا اینا سطحشون پایین بوده، کتاب گاج اینا سطحشون پایین بود، یعنی قبلا خیلی خوب بوده، قبلا مثلا 6 7 سال پیش کتابای خوبی بودن، کتابای خوب بودن، ولی اینا دیگه اونجوری که باید ویرایش بشن ویرایش نشدن و سوالات خیلی بروز نشد، مگر اینکه حالا چاپ جدیدشون نویسندهشون بیاد این کار. البته فقط تو فیزیکش ها، تو بعضی از درس‌ها دیگه شو نمیگم، اما گاج تو بعضی از درس‌هاش خیلی کتابای خوبی هم داره، فوق‌العاده زیستش مثلا دارم میگم، مثلا دارم میگم که کتابای خوب دارم، مثلا زیستش ادبیاتش که کتابو خیلی خوب بازار، کار ندارم به این چیزا، ولی فیزیکش فعلا الان یکم این درس فیزیک یکم کوچولو سطحش از متوسط پایین تر، شما باید متوسط رو به بالا تست بزنید. اینم دیگه از این در مورد کتابتون، در مورد جزوهتون. کتاب دهمتون هم بچه‌ها 4 تا فصله، فصل 1 اندازه‌گیری هستش و فصل 2 تون بحث ویژگی های مواد و فشارتون هستش، فصل 3 کار انرژی هست و فصل 4تون هم که گرماتون هست. اینم در مورد کتاب درستون، کلیتی که دستتون بیاد دیگه، نمیدونم چی بگم دیگه، همین دیگه. سوالی دیگه دارین؟ فکر نکنم دیگه سوال داشته باشین، سوال دارین الان بگین در حد 30 ثانیه که من سریع بگم و
بریم سراغ درسمون. حرفی دارین؟ سوالی دارین؟ کاری دارین؟ بگین 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 ببینم بگین ببینم. نه بگین ببینم بگین ببینم. به به به، از فصل یک دام بگه بسم الله شروع میکنم واسه تون. آها، بعضی بچه ها میگن قوی ترم، بعضی بچه ها ضعیف ترم، فرا اصلا جوش نزنی، اصلا نگران هیچی نباشین. بگه بسم الله، از پایه 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 شروع میکنم قشنگ آروم آروم میام. حالا یعنی اصلا نگران نباشین آقا من فلان چیز، هر چی توی شیمی نیازنه، هر چی توی فیزیک نه، هر چی تو ریاضی نیازنه، هر چی تو تاریخ جغرافیا گوبلندوزی هر چی نیاز دارین از مهد کودک بهتون میگم و بیارم بالا. بعد دیگه ضعف خودتون تو درس مثلا میگم آقا فلان چیز باید بلد باشین، آقا فلان چیز باید بلد باشین. اینا ها دیگه بچه دهم بگم یادم رفت. بچه دهم، بچه ما یکم به ریاضیات وابسته ایم، یکم به ریاضیات وابسته ایم. داستان این که آقا ما فیزیکو میتونیم بفهمیم، بله میتونیم فهمیم، ولی بعضی وقت ممکنه نتونی حل کنی. آقا چرا نمیتونیم حل کنیم؟ ممکنه اگه دهم باشی و ریاضیاتت ضعیف باشه، مثلا میرسیم به معادله درجه دوم. حالا سوال چی میپرسه بچه ها؟ همیشه بچه ها اینجا آقا ما معادله درجه دوم بلد نیستیم حل کنیم، چیکار کنم؟ خب باید بخونی. من معلم ریاضی میتونم راهشو بهت بگم، اما میگم آقا یه دلتا تشکیل کنید، ولی معلم ریاضی که من نیستم میخوام درسم. حتما اینم بهتون بگم، در کنار فیزیک از ملزومات فیزیک دونستن ریاضی است. یه معادله ما میرسیم میگه بچه‌ها معادله درجه دوم، جواب معادله درجه دوم جواب سوالمونه. حالا معادله درجه دوم کجا باید یاد بگیرین؟ تو ریاضی. یه بار من میگم مثلا اینجا، ولی بقیه‌اش دیگه معلم ریاضیت باید اینو بگه یا باید حتما یه کلاس ریاضی بریم که ریاضیاتو بلد باش. آقا سینوس چیه؟ میگم امروز بهت. آقا مثلا یه جا میرسیم ضلع مقابل به وتر، تا کوسینوس چیه؟ ضلع مقابل مجاور به وتر. تانژانت چیه؟ مقابل مجاور، ضلع مقابل. تا این مثلا دو تا تعریف همین دار همین به گوشتون خورده؟ بله. آقا ما به گوشمون نخورد، میگم بهت فدا سرت. آقا من میخوام بیشترم بخونم، باید بری ریاضی بخونی. ریاضی جزء لاینفک این قسمت هست، درک میکنین، سوالم باید حل کنین، ولی بهتون میگم که درستاتون درست میشه. آقا این کلاسایی که برگزار میشه تا آخر شهریور بیشتر هم ممکن ادام داشته باشه، تا هر زمان درس تموم بشه مریم بابا، تا هر زمانی که درس تموم بشه. این هم از این داستانی که داریم. خب تا هر زمانی که درس تموم بشه اینم میگیم و دیگه همین دیگه. کتابا رو هم میگیم و اینقدر میگیم که دیگه از اول مرم معمولا بچه ها از اول مهر ثبت نام میکنن آزمون، فعلا تابستان نمیخواد خیلی آزمونی ثبت نام کنین، از اول مهرم آزموناتون ثبت نام میکنین. دیگه دارم میگم یه سر و گردن کاری میکنم از تمام همرده های خودتون به این بالاتر. این هم از این دیگه، تموم دیگه، حرفی نیست، حل اوکی. این بچه ها همه اوکی؟ همه اوکی؟ خب وقتی هم که درس میدم، وقتی هم که درس میدم حواستون پیش من باشه، کاری که بگم انجام بدین. از صفحه یک ریز بریز مو بچه ها، هیچ جا رو من جا نمیندازم. آقا کتاب میگم بهت، حتی اینجا کتاب مهمه، اینو میگم خط بکشین زیرش، میگم حتی متن کتاب خون، سوالم متن کتابم حتی بهتون میدم، حل کردنی هم بهتون میدم، همه چی هم بهتون میدم. اینم از این. خب هر وقت هم میگم اگه این چی میگم، وقتی میگم فهمیدین، میگم مثلا وقتی که میگم فهمیدی، میگم که وقتی فهمیدی میگم یه یک بده، یک بده. الان میفهمی من دارم چی میگم؟ یه یک بده. آباری کلا، وقتی میگم فهمیدی سری آباری کلا، یک بده. هانا دو میده، نه نفهمید، میگم یک بده. یه بار به یکی از بچه گفتم، همش پرسید آقا یه بار دیگه میگین، گفتم چرا همیشه دو واسه دو بار باید بگم؟ گفت بله. ها بعد من فهمیدم چرا اینجا شد. اوکی هانا گرفتی بابا، اوکی حله. خب پس وقتی درس میدم برای اینکه بفهمین و اینا فهمیدن و فلان از حرفا، نمیخواد مثلا میگین آقا فهمیدیم و فلان از حرفا، وقتی میگم بچه‌ها اگه فهمیدین یه یک بدین، همه یه یک بدین که دیگه از این بقیه یه چیزایی هستن، یه واژه‌ای هستن تو کلاس خودمون با هم هماهنگ میکنیم، آروم آروم با اینا آشنا میشیم. میگم درس بدین تو کلاس حضوری که نیستش، ولی خب واسه آنلاین اینا هستش که خودم میگم، میگم مثلا میگم یک بدین، سری یک بدین که بفهمم اوضاع چجوری. حله اینم از این داستان. خب دیگه هیچ. خب هر چی هم که تو پایم نیاز هست میپرسم، بگین. بعضی وقتا مثلا ممکنه چیزی بلد نباشین، فدا سرتون، بگین به من، مثلا من سوال میپرسم قشنگ جواب بدین، من ببینم اوضاع کجا خوبه کجا بد. هر جام که خوب باشه که خوب خوبه، هر جام بد باشه آقا ولی که بلد نباشه فدا سرت، بگین من قشنگ میگمش و ازتونم مجدد میپرسم که داستان بلد باشه. اینم از این داستان. حله. خب فصل یک
بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ فصل. آقا فیزیک و اندازه‌گیریتون هست. بچه‌ها فیزیکتون به طور کلی به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول مربوط به فیزیک و مباحث اندازه‌گیری است. قسمت دوم فصل یک مربوط به مبحث خیلی مهم و پایه‌ای هست به نام چگالی که دارید. این داستانی که دارید فصل یکتون فصل دومتون هست. من از اون معلومه نیستم که بخوام همون اول بخوام فصل یک بگم و بچه‌ها برم قسمت چگالی بهتون بگم که خیلی حال کنه خوشم، نه از همون بیو بسم الله واسهتون میگم تا آخر کار، یعنی همین قسمتی که خیلی‌ها نمیخوان بگن و فکر من نکته ندارن نمیتونن بگن و از این حرفا واسهتون میگم که شیک یاد بگیری، فقط حواست پیش من باشه. بیا اینجا یه سوالا رو میپرسم، بیشتر از کتابم میگم، یه جاهایی هم بیشتر کتاب نه فراتر از کتابم، یاد بگیر یاد بگیر. یه کاری میخوام بکنم از معلمات باسوادتر بشی، یا یعنی حتی به جایی میرسیم بعدا کتابم بررسی میکنیم، یعنی وقتی اونا رو یاد بگیری دیگه حتی چیزاش تو میدونی معلمات هم نمیدن، اما معلمات باسوادتری دیگه. پس یاد بگیر چیزایی که میخوام بهت بگم. خب بیام اینجا فیزیک و اندازه‌گیری که داریم. داستان اولی که توی هر قسمت داریم مربوط به خود علم فیزیکه، که چی شد علم فیزیکی که دارین به وجود اومد. اینا خوندنی هست، حتما متن کتاب بخونین. حالا میگم آقا تو کنکورم میاد؟ بله تو کنکورم میاد، حالا بعدش راجع بهش میگم چی رو تو کنکور. معمولا بچه ها دو تا سوالتون یا سه تا سوالتون از متن کتاب های درسی 10 11 و 12 بخاطر هم مثلا الان یاد بگیرید بخونید، نه تنها برای خوبه، برای درس دادن و برای درکتون هم خوبه. این درمون فیزیک میاد درموندش بحث میکنه، میگه آقا فیزیک بسیار تا بسیار اهمیت داره، مهمترین چیزی در فیزیک ما نیاز داریم مشاهده هستش. تموم شد داستانش اینجاست، حتما این داستانش بخونید، خیلی هم نمیخوام وقتتون بگیرم که اینجور چیزا. یه چیز خیلی مهمی که تو فیزیک داشتین نظریات فیزیک هست در مورد ساختار اتمی که داری، ساختار اتمی که داری، مدل اتمی که داری، اینا بعد تاریخ ها مهم نیست، فقط انواع مدل های اتمی. تو کتاب تو در مدل های اتمی گفته آقا مدل توپ بیلیارد مال آقای دالتون هستش، مدل کیک کشمشی مال تامسون هست، مدل هسته ای مال رادرفورد است، مدل سیاره ای مال بور هست و مدل شرودینگر مدل ابر الکترونی هستش. شکلاش هم باید یاد بگیرید، همه بچه‌ها اینا میدونن، بعضی وقتا یه مروری هم من همیشه میکنم روشون که اینا اینجوریه. خوندن کتابتون بله اومده مقدارهایی داره، حالا بعدش میگم، بعد از اونی که خوندین میخوام بهتون میگم، نه الان، چون میخوام ببینم بعد از اونی که خوندین فهمیدین اینجا ما مثلا میخوایم بگیم که مدل ها و نظریه فیزیک در طول زمان همواره معتبر هستن و ممکن است دستخوش تغییرات. بله این که ما میدیم نظریه در طول سالها و زمانها همه جا، اصلا تو جامعه شناسی هم اینجوری داشتیم، همه جا همیشه دستخوش تغییر شدن و کلی تغییرات خوب و بد داشتیم. اینم مثلا اینا بعد از تو کتاب درسی خوندین میفهمین. میخوام اینم اول کار اصلا درکتون هست، درکتون میرسه کجا مهمه، میخوام اینو امتحان بعدش مثلا میرسه. ویژگی آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه فیزیک نقطه قوت دانش فیزیک، نقش مهمی در فرآیند تکاملش داشته، که اینا رو باید حتما بخونین و داستانشو بررسی کنین. فقط یه چیز در مورد قانون چیه؟ قانون فقط بنویسین. قانون در فیزیک چی؟ قانون فیزیکی میگیم، قانون فیزیکی یعنی چی؟ بچه ها اینجا دارن میگن رابطه بین بعضی کمیات های فیزیکی، خوبه دیگه، که بچه ها نمیشه اثبات ندارن. قانون چی هستن؟ قانون قانون بگید، قانون کسی نگفت تعریفش. خیلی هم تابلوها نظریاتی که به اثبات رسیدن، نه اینا هنوز قانون نیستن، نظریه که به اثبات رسیدن هنوز قانون نشد، قوانین اتفاقا اثبات ندارن. چیزی که همیشه درست آباریکلا، حالا این شد، این حالا درست، این حالا درست، مشاهداتی که در طبیعت همیشه برقرار بودن. و نکته مهم بچه ما علت بعضی از قوانین هنوز نمیدونیم، ولی به عنوان قانون بنیادین ما اینا رو رسیدیم، بخصوص بنیادین همیشه درستن، نقض نمیشن. سوال، حالا چرا میگم علت نمیدونی؟ مثلا بذار من اینجا بهتون میگم، یاد بگیر مثبت این مثبت ها همدیگر رو جذب میکنه یا دفع میکنه، این مثبت ها جذب میکنه یا دفع میکنه، بگیر فقط بنویس جذب یا دفع، ج یا د فقط بنویس،
جذب نمیدونم در فکر. فقط سری بنویس، سری بنویس. آها بچا وقتی هم میگم سر کلاس من فعال باشید، بگید، جواب بدید. هر چی بیشتر فعال باشید، هر چی بیشتر تایپ کنید، هر چی بیشتر اینجا پیش من باشین، سر جلسه امتحان کمتر در و دیوار و مراقبه رو نگاه میکنین، چون اینجا فعال بودین. خب سوال، الان دو تا همنامن هم دیگه چیکار میکنن؟ بگو دو تا مثبت هم دیگه رو بگو بابا دفع میکنه. برو کلا بعد دو مثبت چرا؟ سوال چرا؟ 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 چون قانونه. تموم شد رفت. فقط یه چیز جواب، چون قانونش. به همین سادگی، چون قانونش. آقا چرا قانونش؟ ما میدونیم چرا، ما نمیدونیم چرا دوتا مثبت هم بیارم. یه مثبت باشه یه منفی، یه مثبت باشه یه منفی. این دوتا همدیگر رو، این دوتا همدیگر رو، همدیگر رو بگین، 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 همدیگر جذب کن. همدیگر جذب. چرا؟ الان جواب بدین. چرا؟ 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 قانونش. چون قانونش. آب باری که الان قانونش. این قوانینی که داریم در طول تبیین مشاهده شدن و هیچ نقضی هم برای بخاطر تبیین شدن به قانونی که داریم. یعنی اگر کل پدیده‌های طبیعی رو ما بیایم بحث کنیم، خوب به من گوش کنید، کل پدیده‌های طبیعی رو ما بیایم راجع بهشون بحث کنیم، کل پدیده‌های طبیعی، حواستون پیش من، اگه کل پدیده‌های طبیعی رو ما داشته باشیم تو زندگیمون، بیا اینجا، بیا اینجا، این کل پدیده‌های طبیعی، این کل عالم، عالم، این کل عالم باشه، این کل عالم توی چارچوب باشه، ما یه قسمتایشو می‌بینیم داره تکرار میشه و می‌فهمیم و اینا همیشه ثابتن. به اونهایی که فهمیدیم خیلی هم زیاد نیستن ها، یعنی واقعا میخوام بهتون میگم اینقدر هم نیستن، نقطه ای هستن. حالا ما کار نداریم، به این میگن قانون، به میگن قانون. چیزایی بوده همیشه دیدیم حکم میکنن، همیشه دیدیم و با مشاهدات همیشه دیدنشون و نقضی واسش پیدا نشد، به اینا میگن قانون. تا اینجا اوکی؟ حل؟ خب یه قسمت های از این قانون ها هستن، یک رفتار هایی هستن در یه چارچوب خاصی سیر میکنن، در شرایط ویژه‌ای سیر میکنن، به اونا میگن اصل. اصل جزء کوچولوی از قانونه و این میشه اصل، به این میگن اصل. خب و اینو ببینید، تمام هم تو خود متن کتاب اومده، گفته قانونهای فیزیکی که داریم اغلب گزاره های کلی و دقیقا مختصر هستن. قانون فیزیکی رابطه برخی از کمیت فیزیکی رو توضیح میدن و در دامنه وسیع از پدیده ها معتبرن. اون قانون نیوتن که باید نخ باشه شش. برای توصیف دامنه محدودتری از پدیده طبیعی از کلمه به نام اصل استفاده می شود. اصل، مثل اصل، اصل، مثل اصل، بگین یه چند تا اصل بگین. اصل، آها اینجا دارم میگن، اینجا دارم میگن، آباری کلا شنیدین بچه ها، دارین تقلب میکنین، دارین تقلب میکنین بچه ها، صدا اومد اینجا، اینجا گفتن اصل پاسکال. بله اصل پاسکال دیگه، اصل باری کلا بچه ها زمان دارم میگن برنولی، اصل ارشمیدس، اصل اینا، اصل چی داری که خونین تو حالا؟ بازش خونه، اصل پایستگی جرمی که، اصل پایستگی انرژی که داریم، اصل پایستگی ماده و انرژی که داریم، یعنی در نمیشه قانون، کل قانون هست. خب اینم از این هست، حل از این داستان همین یه دست روی خونه اینه بچه آسومه. من این را زود بگم بریم. آها یه جا داری خوب است بدانید بچه ها، به محض اینکه میرسن به خوب است بدانید، خوب است بدونیم، میگن خوب است که بدانیم، ما که همه ما کتابو به زور میخونیم، بریم اینا رو بخونیم. خنگولم اگه میخوای آدم کار درستی بشی اینا رو بشین، فقط روخونی کن لاقل بفهمی حدود کتاب چیه. اینا رو گذاشتم واسه اینکه مخت باز بشه، واسه اینکه مخت باز بشه. پس اینا هم بد نیست یه نگاه بندازی روش. دانشمندانی که داریم در طول تاریخ، ارشمند ابن حسام، ابویران بیرونی و ابوعلی سینا، خواجه‌نصیرالدین طوسی و گالیله و این سوال بچه‌ها، اینجا چرا این برج کج پیزا رو ما دانشمندا گذاشته ای گفتین؟ ببین ببین یه مش دانشمندی رو نوشته، بعد این برج کج پیزا رو اون گذاشته، این برج این کجه، چرا برج تو دانشمندا که مگه دانشمند اینجا گذاشته؟ بنظر شما چرا این کار کرده؟ این سوال خواست سوال بچه‌ای که دهم که حالا دهم میخونن
11 هم اینا اومده گذاشته برج کجه پیزا واقع در فلورانس ایتالیایی که داریم. این چرا اینجا اومده گذاشته؟ ها؟ آها آها آفرین. مورد داشتین تقلبم میکردیم بغلو میخونده. داستان چی شده؟ داستان این که بچه ها این برج نه فقط گالله، بسیاری از دانشمندان که اون زمان تو ایتالیا یا اروپا بودن آزمایششون تو این برج انجام میگرفت که مثل گالله و یا پاسکالی که دارین، یا اون یکی که بود اسمش توریچلی، آزمایشا رو اینجا اومدن. بسیار جالب، بخاطر همین یه محل خیلی مهم علاوه بر آزمایشگاهی تاریخی است، بخاطر همین اومدن اینجا رو جز این قسمت ها اومدن گذاشتن. همین دیگه، تمام شد. چیز خاصی نه، فقط می‌خواستم بدون یکم پیش اینم که دیگه کاری نداریم داستانا از این حرفا. یه داستان داریم، مدل سازی. اینم خوندنیاش من بگم، خیلی آماسون هستن. مدل سازی در فیزیک یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی تا جایی که میتونی موضوع رو ساده کنیم به طوری که داستان خراب نشه. یعنی چی؟ یعنی میخوای یه فیلم رو تعریف کنی. آقا میخوای فوتبال، دیروز بچه کیا پرسپولیسی بودن؟ کیا پرسپولیسی بودن؟ پرسپولیسی ها بگن، یه پی بنویسن، پرسپولیسی ها پس یه پی بنویسن، بیا پرسپولیسی ها بنویسن. استقلالی ها یه الف، یه الف بدن، یه ای بدن، الف بدن، ببینم چیه بودن. الف بدن. آقا شما گفت به تو چه، من کدوم، من میخوام سوال بپرسم. خب حالا میخوام آقا مدل سازی کنیم. یه سوال بپرسم، میگه آقا بازی رو دیدی؟ آره نه فلان از ایفا. میگم حالا یه نفر بازی رو بگو آقا چی شد. این خلاصش میگه، میگه آقا بازی کردن. میگه خب چی شد؟ میگه آقا استقلال برد. میگم تو گل زد؟ میگه نه آقا 90 دقیقه بازی کردن نشد، بعد وقت اضافه هم شد گل نزد، رفتن پنالتی کشیش و اومد داستان اینجوری شد تمام. آخر تو استقلال توی پنالتی ها برد، تمام شد. این میشه میگن مدل سازی. آقا میگم مدل سازی یعنی اومدم چیکار کردم؟ کل داستان رو گفتم ولی از اون حاشیه های داستان صرف نظر کردم. تمام. آقا داور کمکشون کرد، آقا یه هد زدن تو تیر دروازه، خود نرفت گل و اصلا خیلی بدجور، آقا فلان کار کرد، آقا این تقصیر اون خاک تو سر و 8 دقیقه وقت اضافه اومدن گرفتن، آقا اینجوری بود تو گل اول. اینا میشه حاشیه های داستان. تو فیزیکم همینه گلم، گوش بده به من، فیزیکم ما داریم مدل سازی میکنیم، یعنی حاشیه های داستان رو برمیداریم. یعنی چی؟ مثلا در مورد پرتاب یک توپ به سمت بالا میگیم آقا این توپ یا گلوله، توپ اول از همه به صورت یک نقطه در نظر، آقا یا توپ یک کره واقعیه نه، ولی به یک کره خیلی نزدیکه. شیارهایی روی توپ در نظر میگیریم نه. آقا رنگ توپ رو در نظر بگیریم، آره آقا میشه صورتی باشه رنگ توپ، نه ما دیگه برای مهم نیست این چیزا، کلیت داستان رو داریم در نظر میگیریم. یک توپ به سمت بالا پرتاب میشود، توپ میره بالا و بر میگرد روی خودش. سوال، آیا در این قسمت من میتونم از مثلا شیارهای توپ صرف نظر کنم، بگم آقا وضعیت شیارها رو بهت نمیدم؟ جواب بدید بله. مثلا مهم نیست. رنگش رو میتونم صرف نظر کنم؟ بله آقا مهم نیست. خب جاذبه زمین صرف نظر کنم؟ جاذبه زمین که صرف نظر کنی که توپ پرت میکنه بعد بر نمیگرده، میره که بره، اون که نمیتونی صرف نظر کنی. مثلا دیرو بازی چی شد؟ بازی برگزار شد. خب برگزار شد دیگه، چی من زوجی دارم صرف نظر میکنم؟ خب آقا یعنی نه، چی شد؟ بازی برگزار شد دیگه، همین. آقا کی برد؟ برگزار شد. نمیتونی که جاذبه صرف نظر کنی گوله توپو پرت کنی والا میره که بره، بعد جاذبه نمیتونی صرف نظر کنی. شما نمیتونید از اون جزئیات این بسیار اهمیت دار که قانون راجع به اونا گذاشته شده صرف نظر کنید. سوال، از استکاک هوا صرف نظر کنم؟ از استکاک هوا صرف نظر کنم. باید بگی بستگی داره. بستگی داره. یعنی چی؟ مثلا اگه افتادن این باشه، نگاه کنین، همتون نگاه کنین، حواس پیش من. بذار بیام اونجا. گوش بینین. من بذار اینجوری بیام. بچه‌ها می‌بینین؟ امیدوارم ببینین.
اگه افتادن اینجا باشه میبینی اینجا افتادن اینجا باشه نگاه کن این اگه افتادن این باشه اوکی حله اوکی بزنین هم بیفت خب اگه افتادن این باشه من آره میتونم صرف نظر کنم ولی حالا من یه سوال پرسم اگه همینجا به جای این یه برگ دستم بود یه برگ بعد من یه کاغذ صاف یه برگ یه چیزی دستم بود یه نخ دستم بود یه پر دستم بود بعد رهاش میکردم این میومد پایین نه چه اتفاق میومد اینجوری بازی میکرد میومد پایین سوال اونجا میتونم اگه بخوام وضعیت حرکتیشو بررسی کنم از استکاک هوا صرف نظر کنم جوابش نه چون اگه از استکاک هوا صرف نظر کنم مثل همین میو پایین ولی من وقتی میخوام یه برگو بررسی کنم افتادنشو چون این بازی کردنشو میخوام در نظر بگیرم از استکاک هوا صرف نظر نمی کنم یه نفر ولی میگه آقا از استکاک هوا صرف نظر کنیم و افتادن برگو در نظر بگیریم میگه چقدر خوب شد استکاک هوا صرف نظر کنم افتادن برگ در نظر بگیرم اما این اینجاست میشه یه گلوله نقطه میشه آه اینا این همه میان پایین پس ما مشکلی ندارم خب سوال آقا تو کتاب ما چی؟ چون کتاب شما خیلی پیچیده نیست آسونه شما هنو کوچولوین بعدا تو دانشگاه میرین میخونین بعضی از این چیزا رو حتی خیلی فراتر از کارشناسی یا کارشناسی ارشد دکترا بسته آقا ما اغلب دقت کن اغلب استکاک هوا رو صرف نظر میکنیم ولی بعضی جاها میگیم آقا اگه استکاک هوا وجود داشت چی میشه فقط سوال ازتون میشه میگیم چی میشه آقا مال الانه نه مال 12 یه چیزایی میخونیم اینا ما این داستان تا اینجا هم گرفتین شد تا اینجا فهمیدین پس به این سیستم میگن چی بابا مدل سازی یعنی سوال الان اینجا شخص کجاست بیا اینجا شخص داره جسم هولش میده بچه‌ها من گوش بدید اینجا یه شخص داره جسم هولش میده خب من نیروی شخصو میتونم صرف نظر آقا شخص داره جسم هولش میده میگم من نیروی شخص صرف نظر کنیم نه دیگه چی میخوای حل کنی دیگه سوال دیگه چی میشه از استکاک به نظرت از استکاک صرف نظر کنم یا نه چی جواب به من میدی میگی آقا بستگی به سوال داره بعضی وقت تو سوالات خودتون دیدین دیگه سوالات بهتون میگه از استکاک چیکار کنیم صرف نظر کن وقتی گفت خب صرف نظر میکنی ولی بعضی وقت نه میگه آقا استکاک وجود داره پس صرف نظر نمیکنی گرفتی چی شد این داستانه که مفهوم مدل سازی اینه یاد گرفتی بابا الان یاد گرفتی شد مفهوم مدل سازی مثلا افتادن یه توپ دیدن جاذبه گیرن گفت تو به صورت نقطه در نظر گرفته نیرو گرانش بار بر تو ثابت است در نظر میگیری توپ میچرخد برای ما فعلا مهم نیست مگر اینکه جایی بخوایم بررسیش کنیم جهت حرکت دو مقاومت هوا باد نیروی به تو وارد نیروی گرانش وارد بر تو به ارتفاع بستگی داره آره هرچی از زمین دورتر چون گرانش کمتر میشه ولی ما میگیم واسه ثابته جی تقریبا میگه خود این چند 10 میگه همون 10 بی خیال همون 10 اینا رو در نظر بگیر پس ساده سازی میکنیم برای سوال خوب بفهمیم از جزئیات در ولی اون جزئیاتی که اون جزئیاتی که به دردمون نمیخورن اونا رو حذفش میکنیم حل گرفتیم بچا یه یک بده اگه گرفتی یه یک بده گرفتی بچه ها همراه من باشین قشنگ فعال باشین هر چی میگم بگین وقتی میگم بگین قشنگ فعال باشین بگین یه یک بده بچه ها یه چند تاتون نمینم دستاتون کجه چطوره نمینین بدین که همه یه یک بدین یه بار یه پنج بدین من بینم چیکار میکنی بینم چند یه پنج بدین پنج آه حال درست خیلی اوکی حل خب اینا بهش میگم بابا چی مدل سازی کن خیلی هم آسون بود داستان چم از این شد یه بررسی کتاب دارین اینجاست میگه چی میگه میگه آقا پرتوهای نور خورشید بچا اینم بالاتر از کتاب کوچولو بهتون میگم کلا دست پرتوهایی که دارین دست پرتو این نورو در واقع نور باستا به نورانی تو 12 میخونه دیگه هیچ جا نداریم نه تو پایه داشتید متوسطه اول داشتید داستانم فقط یه کوچولو بهتون میگم دست پرتوها به 3 تقسیم میشن یه عده واگرا هستن یه عده موازی هستن یه عده هم همگرا هستن بفرما به اینا میگن واگرا به اینا میگن دست پرتو موازی و به اینا میگن چی؟ بذار خوشگل بکشمش و به اینا میگن چی؟ هم گرایی که دارین دست پرتوی که از خورشید میان میگن چجوری هن؟ میگن موازی هن بفرم این دست پرتوی که از خورشید میان
میگم موازی هن. دست پرتوهای موازی. ولی واقعا موازی یعنی این دست پرتو موازی؟ واقعا نه، واقعا خورشید که وقتی میکشیم این خورشید، وقتی شما دست پرتو از خورشیدی میکشی، بفهم اگه این خورشید فرض کنی دست پرتوی که داره ازش تولید میشه چجوری هستش؟ وایر است. ولی اینقدر این فواصل زیاده، دو تا زاویه اینجا پیدا میشه، این زاویه انقدر کم میشه که ما چجوری فرضش میکنیم؟ موازی. مثل نور لیزر، از این دستگاه لیزر پوینت ها داشته باشین، لیزر پوینت در فاصله نزدیک خب یه نقطه داره، دورتر میشه نقطه ثابت یک کوچولو رشد میکنه، گنده تر میشه. چی میگی؟ ثابته یا گنده تر میشه؟ ثابته یا گنده تر میشه بگین. آره بله، پرتون نور لیزری که مثلا با این لیزر پوندا بنزین نزدیک بنزین یا دور بشه گنده، آباری کلا گنده تر میشه. گون در البته چون اندازش خیلی تغییر میکنه، ما میگیم ساده سازیش میکنیم، مدل سازی میکنیم، میگیم آقا انگار این گنده تر نمیشه، پس فرضش میکنیم ثابت. بله فرض کنید پرتون نور لیزری که دارین ثابت، این نور لیزری که داریم ثابته. خب بله صرف نظر میکنه چون خیلی گنده تر نمیشه. بله بله. خب قسمت خب بچه بگم کرونا گرفت، گوش بده بابا، گوش بده من، حواستون پیش ما باشه، حواستون پیش ما باشه، حواستون هم پیش ما باشه، گوش بده گوش بده گوش بده. صفحه به صفحه دارم میرم جلو، اینه خوندنی هست، ممکنه یکم موزلت سر بره، فقط اینا رو گوش کن. کمیت ها به دو دست تقسیم میشه، کمیت های بگین نرده ای، بگی کمیت های بگین 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 نرده ای و کمیت ای بوی چون نمیگیره یه لصب کنه این گیر کرد آباری کلا. کمیت های نرده ای و برداری. بچه ها کمیت های نرده ای و برداری تقسیم من شوید باری کلا. کمیت ها به دو دست تقسیم این کمیت های نرده ای و برد. بچه ها نرده یا اسکالر هم بهشون میگن، نرده یا اسکالر. اسکالر هم از کلمه چی اومده؟ سکیل، منی وزن کردن، ترازو سکیلینگ به معنی وزن کردن. به طور کلی کمیت ها به دو دست تقسیم میشن، یکی اصلا خارجی هم که بهش میگن بچه هایی که میگن سکیلرز، بردار هم که بهش میگن وکتر. این هم که حالا مهم نیست واسه بعضی اوقات هم بعضی اسامیشون میگم که اگه احیانا بچه رشته ریاضی داشتیم. راستی رشته ریاضی ها کیا هستن؟ رشته ریاضی چند نفره؟ بچه رشته ریاضی چند نفره؟ ریاضی یه ره بزن، ریاضی یه ره بزن، ریاضی 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 رشته ریاضی واه ریاضی رشته ریاضی چند نفر داریم؟ بچه رشته ریاضی دارن تقریبا نسلشون منقرض میشه، ایول دی نسلشون منقرض میشه. یه بار باید ببین آموزشگاه یه عکس بگیریم بچه‌ها، لاغر رشته ریاضی رو عکس داشته باشیم ازش، خیلی خوبه چون چند وقتی منقرض میشه. لاغر من بتونم واسه بچه‌ها توضیح بدم، میگم بچه‌ها یه دانش آموزایی بودن به نام رشته ریاضی، مثل خودتون بودن، راه میرفتن میومدن میرفتن، بچه‌ها خوب بودن، ولی دیگه الان نسلشون منقرض شده دیگه. آره این حتما خیلی خوبه. اوکی بله مرسی. این ها یه دسته سوم هم داریم بچه‌ها، نیست تو کتابتون، بهشون میگن تانسور، چیزی مثل فشار مثل جان، اینا تانسور هم تو کتابتون نیست، مهمم نیست واسه تو، ولی بعدا این داشته باشین بچه‌ها رشته ریاضی، این از من هدیه داشته باشین بعدا، فقط نگن آقا نشین یکم تو دانشگاه شینده باشین مثلا بشنوین، بهشون میگن تانسوری که داری. بله پس در واقع سه دسته هستن، ولی تو کتاب شما واسه نمیکنه، کمیته نرده ای، برداری و تانسور هایی که داری. اینا از این داستان که هم ماهیت نرده ای برداری دارن. بچه 11 همو شاید یه چیزای بیشتر بدونه، حال 12 ما اونم نخواهند خود تو دانشگاه، ماهیت نرده برداری یعنی اندازه داره، جهت داره، ولی قواعد برداری پیروی نمیکنه. مهم نیست واسه تو، یکم حالا در مورد برداری نرده یکم بیشتر صحبت خواهم کرد، یادم بندازین در مورد نرده برداری صحبت کنم، این حتما یادم بندازین، فقط الان میخوام ساده ازش رد چون اینا خوندنیه، بعد اینا چون داستان داره خیلی داستانش هم اهمیت داره، همش هم داره میگه آقا در علوم نهم در علوم نهم در علوم نهم اینجور چیزا رو یاد گرفتید. خیلی خوب، بعضی از اینا هم که ها کمی نرده برداری، بیا چند تست هم حل کنیم، بیا سوال هم حل کنیم، مال کتاب درسیه همین الان تو همینجا یاد گرفتیم سریع بگین بچه روابط بین کمیت فیزیکی توسط دیو الان میگم گوش بده، دیو الان میگم گوش بده، روابط بین کمیت فیزیکی توسط سریع بگین جواب بدین. خواب نباش روابط بین کمیت فیزیکی توسط بچه ها چه خوابی؟ توسط قانون دیگه، توسط قانون. آقا روابط بین کمیت فیزیکی آینه مال متن کتاب، این سوال اینجوری مثلا میتونم بتونم حالا کنم میگم بهتون آقا تو چهار جوابی هم میتونم بدم، بله چند تا جمله مینویسم میگن چند مورد از جملات زیر صحیح میباشد، با یه سوال مثلا 10 تا سوال میتونم پوشش بدم، جمله مینویسم 5 6 تا جمله مینویسم، بعد یه چند مورد صحیح است، یه جمله دو جمله سه جمله چهار جمله، کنکور اینجوری بیا اینجا. بله تو کنکورم میاد اینجوری،
بله دقیقاً کنکور میاد. فکر نکنید مثلا آقا اینا که نمیاد کنکور. دقیقاً نه مثلا میگم الان این مثال. ولی تست کنکور میگه چند مورد از جملات زیر صحیح میباشد. 6 تا جمله بهتون میده. با یک دونه سوال کل کتاب ده ها مثلا جمع کنید. یه جمله مال فصل 1 میده، یه جمله مال فصل 2 میده، یه جمله مال فصل 3، یه جمله مال فصل 4 و همش مثلا دو تا جمله دیگه از یه جایی میشه 6 تا جمله. با همین یه دونه سوال کل دانسته های دهمه. ببین آقا تو متن کتاب خوندی یا نه؟ گرفتی 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 سوالات چند عبارتی بریکلا دقیقاً. خب این است برای توصیف دامنه محدودتر از پدیده ها از بگین 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 جواب بدین جواب 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 میخوام سریع بنویس جواب از بگو 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 اصل بله از اصل استفاده شد. آنچه بیش از همه در پیش برد علم فیزیک نقش بازی کردن تفکر نقاده و انچور فیزیک دارست. این درسته مال کتابتون بله. مدل توسط دالتون مدل تو بیلیارد رادرفورد هستی درسته غلط صحیح یا غلط صحیح غلط صحیح یا غلط بگین 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 ها ببین کتاب درس سر اینه فقط میگه آقا صحیح غلط سر چند مورد درست همین جمله رو می‌نویسیم زیر مدل رو توسط بی اینجا بود بیا 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 دالتون بیا ناش مدل دالتون توپ بیلیارد و مدل ارائه شده توسط رادرفورد مدل هست بلکن بیرون کتاب ها بعد الان میخوام بخونم تو کار نداری نخونی اشکال نداری بذارم بعدا یه چند تا دینا رو بخونین بذارم جلسه آینده تو ریسو بعد کتاب بخون جلسه آینده مدل رو توسط دارتون گیرین تو بیرون مدل هسته این باشد درسته اینا رو اینو بخونین بخونین بذار همین الان میگم ولش کن همین دقیق ترین مدل اتمی ابر الکترون است که در اثر رادیو فایراش است درسته غلط درسته غلط بچا فقط سریع بگین اگه جزوه دارین که ببینید کتاب دارین تقلبم که میتونین لام استفاده تقلب نکنه خدا وکیل جواب درسته غلط بله دقیقاً ابر الکترون توسط آه غلطه بله این غلطه مد کتابتون بود دقیقاً چون آخر ابر الکترون توسط شرودینگر بود اروین شرودینگری که داره در حرکت توپ بسکتبال در هوا میتونه چرخش توپ شکل دو مقاومت هوا جاذبه صرف نظر کنه درست یا غلط بگین 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 بچه‌ها بگین بذار اصلا من چتا رو باز کنم بذار من چتا رو باز کنم صبر بذار من چتا رو اول پاک کنم بذار چتا رو اول همه رو پاک کنم بعد همه رو دوباره بذارم صبر کن پاک کردن این تایید این همه رو پاک حالا چت بیا خیلی خب یه یک بده حواستون میشه یه یک بده آباری کل خیلی حالا بیا اینجا در مدل فلان این جمله شما شیش درست یا غلط جمله درست یا غلط درست یا غلط درست یا غلط آن درست غلط درست غلط درست غلط جوابش میشه بابا غلط چرا؟ میتونم از چرخش توپ بله چرخش توپ میتونی صرف شکل توپ بله مقام توا اینم حالا به هر برقی ولی جاذبه نمیتونی صرف جاذبه که صرف همین صحبت هم بود گفتم آقا جاذبه پیون میره بالا شلیک برو بالا که دیوار نگری نه در مدل سازی برگ اگه حالا بخوام مدل سازی برگ کنم میتونم از مقام توا صرف نظر کنم آباری کلا بچه ها پس در مدل سازی برگ از مقاومت هوا صرف نظر نمی کنه گرفتی چون مدل سازی برگو میخوام شبیه سازی کنم در مدل سازی نور خورشید ماننده لیزر موازی پرتو تولیشه توسط یک جسم واگرا و رفتار موجی نور مورد بررسی قرار درست یا غلط بگیم بچه‌ها اینو خوندنی همین الان امروز گفتیم ایشونا خب نام موضوع درست یا غلط بگیم بچه درست یا غلط برو بریم همین خیلی ساده هم اصلا یازمو که خوندن دهمو هم که همین الان گفتم همرم گفتم بعد بله پرتوهای نور خورشید مانند لیزر موازی پرتوهای تولیچه توسط یک جسم واگرا است باری کلا و رفتار موجی نور من امروز در مورد موج حرف زدم اصلا حرف زدم ها بنظرتون حرف زدم بچه حرف زدم اصلا رفتار موجی شما فهمید این تاله چیه؟ بسش اتفاقا رفتار موجی بس نمیشه بله غلطه وح 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 این خوندنی ها کتابتونه فقط خوندنی ها در هل دادن یک جعبه سنگین روی سطح شیبدار به طرف بالا جسم را ذره در نظر و استقا که بین جعبه و هوا صرف نظر بکنید درست یا غلط؟
درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ باریکلا این درست. چون گفته اصطکاکی بین جعبه و هوا سطح نظرش بزن. از اصطکاکی بین جعبه با سطح ها؟ از اصطکاک بین جعبه با سطح چه اتفاقی میفتی جوزش؟ جعبه با سطح چیکار کنم؟ جعبه با سطح رو چه گلی به سرم بگیرم؟ صرف نظر کنم یا نکنم؟ جعبه با سطح الان بگیر. بین اقلا اختلاف افتاد در نظر میگیریم؟ از کجا میدونی؟ همین امروز هم گفتم در نظر. آب باری کلا یه نفر نوشت آب باری کلا بستگی داره. آب باری کلا از استقای جباست بستگی به آب باری کلا سوال دارم. آقا تو سوال دیدین دیگه بعضی خواهی آقا استقای در نظر نگیری. خب نمیگیری چجوری میخوای بگیری؟ خودش داره میگه بعضی خواهی آقا نه اینجا استقای که داری خب باید در نظرش بگیری. پس فقط اینجا است که باید حواستون تو سوالا باشه. یعنی میخوام دیدتون رو ببرم به سمتی که سوالا رو درک کنیم. مثلا میگه آقا استقای در نظر نمیگیرم. آها اوکی فهمیدم. خود استقای در نظر آها پس اینجا باید در نظر بگیرم. آره این داستان بستگی داره. اینم یه مروری بریم رو کمیت‌ها. هر چی هم که داشتین تو پایه‌ام من بگم دیگه یادتون نره. مسافت کمیت نرده یا برداری؟ مسافت فقط بنویسید. بچه‌ها مسافت نرده یا برداری؟ فرض بنویسید. مسافت کمیت نرده یا برداری؟ بگین مسافت نرده یا برداری؟ بگین مسافت نرده ای. بچه ها مسافت کمیت نرده ای نون معمولا با ال نمایشش میدن. مسافت کمیت نرده ای با ال نمایشش میدن. جا به جایی در اینا تو نهم بود بچه ها. مثلا کار دهم هم مثلا ندارم آقا. بچه یازدهم اینا تو دهم مثلا اینا تو نهم داشتیم. فقط میخوام یه مرور کنم نهم بچه ها. مثلا آقا من بلد نیستم. فدا سرت بلد نیستی. تو به من گوش بده. اصلا اون پایه دارم میام بالا. من اصلا دهم شروع نمی کنم. دارم نهم، هشتم، هفتم. میبینی میگم اینا تو هشتم، اینا تو هفتم بود، نور تو نهم بود. میخوام از اینجا بسازم بیارم بالا. گوش به من بده. گوش من. جا به جایی. برداری. جا به جایی معمولا با دی نمایش میدن. یه علامت بردارم که اصلا رو کلش میزنن که بگن آقا این برداره. سرعت برداری. بله بی برداری که معمولا با وی نماشه یه برد. حالا تندی نرده یا برداری؟ تندی نرده. اینو با اسمش. حالا اینجا فرمولایی که تو نهم داشتیم میخوام مرور کنم. دو تا تعریف داشتیم، یکی تندی و یکی سرعت. تندی که داشتین تندی با اس نمایش میدن و این اس خالص هم نمیگفتن. یه کلمه خیلی مهم بهتون میگفتن. میگفتن چی؟ تندی چی بابا؟ بگیم بچه گلم بگیم. میگفتن تندی چی؟ متوسط. حالا برای اینکه متوسط نشون بدن اینجا یه ایوی مینویسن. تندی متوسط. ایوی اول کلمه یه اوریجی که دارین به معنی متوسطه. اس اول از همه اس بچه کلمه یه سپید. این ال لنگث معنی طولی که دارین هستش. این دی اول کلمه چیه؟ دی به نظرتون کلمه چیه بچه؟ من جا به جاییه دی؟ بنا میتونی بگی؟ دی زبانتون خوب باشه. مهم نیست. فقط میخوام بگم کسی میدونه یا نه. خب فقط بگم کسی میدونه یا نه. مثلا دی اول مثلا کلمه دیستنس. نه دیستنس معنی فاصله است بچه. دی اول کلمه دیسپلیسمنت معنی جا به جایی. دیسپلیسمنت به معنی جا. مهم نیست. فقط میخوام اینم یاد بگیری بچه ها. ببینیم میخوام باسواد شین. حالا بعدش در مورد باسواد شدن اینا همیشه من میگم. حالا مهم نیست ولی خب میخوام باسواد. دی اول کلمه این وی اول کلمه ویلوسیتی به معنی سرعت. اس اول کلمه سپید به معنی سرعت. فقط حواستون باشه سپید یعنی تندی. وی ویلوسیتی یعنی سرعت در یک راستای خاص. سرعت در یک جهت چیز. تندی در یک جهت خاص بهش میگن سرعت. تندی در یک جهت خاص بهش میگن وی سرعتی که داریم. خب حالا داشتم در مورد گفتم اس به معنی سپید. گوش من بده. اس معنی سپید. اس و اس متوسط. بعضی اوقات یه کلمه میذارن اینجا ای وی. بعضی اوقات حتی تو کتاب ای وی جی هم میبینی. این اوریجی که داریم به معنی متوسط. بعضی اوقات نه. یک اینجوری رو کلشه. اینه که رو کلشه چی میخونن؟ اینجوری رو کلش چی میخونن؟ اس.
این کلمه متوسط یا خیلی بخوای بدونی بچه‌ها بهش میگن بار. وقتی میگن اس بار یعنی اس یک کپ یک کلاه رو کلش، اس بار یعنی همون اس متوسط، اس متوسطی که داری که معمولا تو کتاب شما با این مینویسه، ولی اگر اونم نوشت یا اومده اینم نوشت فرقی نداره. خب حالا توندی فرمولش به من بگی، فرمولش حالا میخوام بگی بهم، حالا فرمولش رو میخوام بهم بگی. آره میرسیم سر جاش توضیح میدم، هزین سر جاش قشنگ توضیح میدم، گوش من بده. الان بریم اینا تو نهم خوندینا، فقط فرمولش مسافت بر زمان. پس مسافتی که داری میشه ال بخش بر دلتا تی. حالا میخوام یه چیزی باحال بهت بگم بچه‌ها، مسافت کمی نره یا برداری، مسافت کمی نره یا برداری، مسافت کمی نره یا برداری، مسافت بچه‌ها چون نرده ایه بچه‌ها توندی هم نرده، مسافت نرده اونم توندی هم نرده. خب حالا آخه آه ببخشید بچه‌ها، من عدسه بعضی اوقات میکنم ممکن تو خونه کر بشین. این اگه اونایی که الان با هنسفری اینا دوش گوش میدادن احتمالا دچار مشکلات شنوایی روحی روانی اینجور چیزا ممکنه بشن، که حالا آروم آروم آه چه گرمه اینجا، چون گرمه. آره یکم به خاطر اینه. حالا گوش کن تو نیست، بعد بریم سراغ اینجا وی. وی میخواستم بگم، وی گفتم به معنی چیه؟ سرعت. کدوم سرعت؟ سرعت چی؟ متوسط. ببین یا مینویسه اوریج یا میخوننش وی باری که داری. وی چی میشه فرمولش؟ وی چی میشه؟ وی فرمول بگین بچه ها، وی فرمولش بگین بچه ها، وی فرمول بگین. آب باری کلا جا به جایی به زمان. یا علی چی شد سیستم بحق مجد. جا به جایی به زمان. ببین میشه دی تقسیم بر دل تاتی. اینه چون برداریه وی هم برداریه. ببین این برداریه اینم برداریه. اوکی چرا اینجوری شده؟ خب یاد گرفتی بابا؟ این بخاطر این برداریه اینا نرده. یعنی شما از این بعد فرمول بلد باشی قشنگ بتونی تعیین کنی نرده یا برداری، اونم تعیین میکنه نرده یا برداری. بله با همین سادگی تمام شد. خیلی خب دارم با دلیل بهت میگم که یاد بگیری. این از این قسمت. شتاب نره یا برداری؟ شتاب نره یا برداری؟ بگی بچه ها بگی، میخوام یاد بگیری. شتاب بر کلا برداری، شتاب برداری. شتاب با چی نمایش میدن؟ ای ای اول کلمه چی؟ اکسلریشن بچه ها به معنی شتابتون هستش. شتاب از دو تا رابطه تو کتاب نهم، نهم دارم میگم نهم دست میومد. یکی شتاب میومد بهتون میگفت دلتا وی بخش بر دلتا تی. کدوم شتاب؟ شتاب متوسطتون. و چون دلتا وی برداریه شتابم برداریه. و همچنین شتابی که داشتیم مقدارش اینجوری، بذار اینجوری بنویسم این بیشتر بهتون آشناه. این اینجوری بنویسمش F مساوی M A. این برداری اینم برداری. A یعنی F M O. این از این چی میگفتن؟ این به چی میگفتن؟ این دوم به چی میگفتن؟ میگفتن بگین قا چی میگفتن؟ میگفتن قا قا چی چی قا چی بود بچه؟ این چی بود؟ این چی بود؟ این چی بود؟ قانون دوم نیوتن. مرسی. قانون دوم نیوتن. مرسی. 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 بله قانون دوم نیوتن. تموم شد. قانون دوم نیوتن. بهش منتشر. اونم دلتا وی تقسیم بر دلتا تی. یا تو اومد اینا دارم میگم از اول. اصلا فدا سرت. نیرو، نیرو، نیرو. الان بگی. نیرو. الان با توجه به اینی که این شده، نیرو کمی نره یا برداری؟ نیرو با توجه که این شد، همین الان توضیح دادم. کمی نره میشه یا برداری؟ بگی. بگی. چی میشه؟ برداری. تمام شد. برداری. برداری. گفتم اگه این نره باشه اینم نره، برداری باشه اینم برداری. الان این برداری اینم برداری. پس این برداریه اینم برداری. این برداریه اینم پس برداری. تو یاد گرفتی باش. پس زمان که نره ای هر عددی در یه نره، یه عدد، دوتا نره، دوتا نره، دوتا عدد تو هم ظرفشون جوابش که نره ای. ولی یه عدد تو بردار ضرب بشه، بردار رو بزرگش میکنه یا کوچیکش میکنه، یا تقسیم بشه بزرگش، یعنی در اصل ماهیتش بردار میمونه. یه عددی به برداره تقسیم شه جوابش برداره، یه عددی تو برداره ظرف شه جوابش بردار. الان فهمیدی چی شد؟ الان گرفتی چی شد؟ الان حل بابا هستی؟ الان گرفتی چی شد؟ الان گرفتی چی شد؟
پس اگر یه عدد تو بردار ضرب بشه یا تقسیم بشه، کمیت برداری برداری میمونه. تمام شد. اوکی. دما، دما کمیت نهره یا برداری؟ دما، دما، دما نرده ایه. بچه ها نرده با برداری رو هم اشتباه نگیریم. برداری ها بذار من یه چی بگم، یه لازم من گوش بدیم، یه لازم من گوش بدیم، بذار این رو من تمومش بکنم. نیرو کمیت برداری با F نمایش میدن. دما، دما کمیت نرده ایه، کلوین یا درجه سانتیگراد، حالا کار ندارم چی. فشار کمیت نرده ایه با P نمایش میدن. فشار فرمول داشتین تو پایه. بچه ها فشار فرمول پایتون چی بود؟ P مساوی چیه؟ P مساوی چیه؟ پی بود چی؟ آب باری خاک تو سرم. اف دی، اف دی کار بود. اف بر آ، پی مساوی اف بر آ بود. این پی مساوی اف بر آ بود. این فشار. گرما کیو، گرما کیو کمیت نرده ای. انرژی که داشتین با ای، حالا جنبشی پتانسیلی هم نرده. انرژی و کلی کمیت های وابسته بهش اینجور است. و این هم کار، کارم اینجا بذار بنویسم وسط. کار اینم تو پای فرمولش داشتین. F D کوسینوس آلفا کردین. این کارتون بود. کارم کمیت نرده. تموم شد. این کل چیزایی که بچه اصلا پایه 7 8 9 خونده بودین الان دارم توضیح شد. کل چیزی تو پایه 7 8 9 اصلا خوندین اصلا از اول دارم میگم شو کی یادت بیاد. من میخوام یاد بگیری. اوکی؟ اوکیه. اوکی اگه فهمیدی یه یک بده، یه یک بده، یه یک بده. مرسی. خب حالا ایچی میخواستم بگم یادم رفت. نره برداری هم بچه اشتباه نگیری. سوال من یه سوال بپرسم که بفهم این نره برداری یعنی چی. یه سوال بپرسم حواست پیش بپرسم. بچه ها اینجا 2 کیلو به علاوه 3 کیلو چند میشه؟ 2 کیلو به علاوه 3 کیلو چند میشه؟ خب آقا جواب بگین، آسانه دیگه. بگین یا آقا 5 کیلو. قبول. 5 کیلو. حالا من یه سوال بهتون بدم، یه سوال دیگه. سوال میگم به یه جسمی یه نیروی 10 نیوتونی وارد میشه. به یه جسمی نیروی 10 نیوتون داره وارد میشه. یه نیروی 10 نیوتن دیگه به این سیستم اضافه میکنیم. یک نیروی 10 نیوتن دیگه به این سیستم اضافه میکنیم. یعنی در کل به این سیستم، به طور کلی اگه ازتون بپرسم به این سیستم چقدر نیرو وارد شد، شما میگین چند نیوتن؟ چند نیوتن میگین؟ بگین 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 بگین. آب باری کلا. ببینین هلیا چی نوشت. ببینین سینا، سینا سینا، ببینین سینا چی نوشت. بچه ها لطفا اسمتون هم درست کنین. بچه ها لطفا اسمتون هم درست کنین. اسمتون هم درست کنین. مریم چی؟ آب باری کلا، آب باری کلا، آب باری کلا. ساینا، ساینا، ما هم فکرم سیناست. این هم فارسی بنویسیم بچه ها، بعد من راحت تر میتونم. آره. خب ساینا، اوکی، عالی. بچه ها بستگی داره، چرا؟ بله من اومدم نوشتم، یو علی چی میخواه بشه؟ اتفاق خواسته. بچه ها بستگی داره 10 نیوتن. معمولا وقتی میگم 10 نیوتن، بچه ها معمولا یو میاد و منظور تو این 10 نیوتنه. نه من کی گفتم 10 نیوتن همون جهت اضافه، گفتم 10 نیوتن به سیستم اضافه کنیم. بچه وقتی 10 نیوتن به این سیستم اضافه میکنیم، ممکن 10 از این باشه. بله اگه 10 از این باشه و 10 از این باشه، جوابی که دادیم بله 20ه. ولی من یه سوال دارم ازتون، اگه یه 10 به سیستم از این ور اضافه کنم چه اتفاقی میفته؟ بچه اگه 10 از این ور اضافه کنم الان چی میشه؟ هیچ، صفر. سوال بچه اگه من یه 10 از این ور اضافه کنم چی میشه؟ من یه 10 از این ور اضافه کنم چی میشه؟ یه چیزی داشتیم به نام برایندگیری که بعد باید کامل واسه تون توضیح بدم، بعدش میگم واسه تون. یعنی سوال
الان یه 10 نیوتن دارم، 10 نیوتن دیگه به سیستم اضافه کردم، دیگه از این به بعد من جواب میدی 20؟ حرفم اینه. میخواستم بگم تو اولی سوال ازت پرسیدم 2 علاوه 3 چند میشه، گفتی 5، نپرسیدی چجوری. ولی الان گفتم 10 تا هستش، 10 نیوتن دیگه به سیستم اضافه میشه، چی بعدش از من میپرسی؟ باری کلا ساینه، کاملا درست جوابید. سوال من اول جوابید. بچه ها 10 وارد کردیم، یه 10 دیگه هم به سیستم اضافه میکنم، به طور کلی چند دارم؟ میشه بستگی دار باری کلا. حالا فهمیدی چرا کمیت نرده ای چرا برداریه؟ فهمیدی چرا نرده ای چرا برداریه؟ اگه نرده ای باشه دیگه نمیپرسی از من 2 علاوه 3 آقا 5. ولی اگه برداری باشه 10 به علاوه 10 میگه آقا بستگی دار از کدوم بر. اگه هم جهت وارد کنی جمع میشن، خلاف جهت وارد کنی کم میشن. 90 درجه وارد کنی از فیثاغورس من باید برم برای اینجا. نرده جهت نداره دیگه. نرده که جهت نداره بچه، جرم نرده یا برداری؟ من بگی جرم نرده یا برداری؟ بچه جرم نرده یا برداری؟ جرم نرده یا برداری؟ برداریه؟ یعنی بچه جرم اونایی که نوشتیم برداریه، اینجا که میگیم برداریه، یعنی مثلا میرین در سوپری ببخشید به من 2 کیلو پنیر بدین در جهت شمال شرقی، برداری اسمش روشه، بردار جهت داره، نردهی جهت نداره. شما چون میری در سوپری میگی آقا مثلا 2 کیلو پنیر در جهت شما شد، با لگت پرتت میکن بیرون یارو بابا، این 1000 رو من گفتم. نری نردهی رو بکنی برداری یا برداری بکنی نردهی. اینم از این داستان. اینم نردهی برداری. اینم یه مرور کاملی رو دهمتون رفتم که میخواستم خوب بلد باشین. استاد برایندگیری چیه؟ باری کلا سوال خیلی خوب، اینو جلوتر میگیم. برایندگیری یا جمع برداری، بچه ها بهش میگم برایندگیری یا جمع برداری. میدونین کجا خونده بودین؟ کجا باهاش آشنا شدین؟ به من بگین برایندگیری یا جمع برداری کجا باهاش آشنا شدین؟ بگین به من. تو ریاضی، کدوم ریاضی؟ ریاضی چندم؟ ریاضی هشتمتون بچه بود. آب باری کلا هدی ریاضی هشتم ریحان باری کلا. آه تو ریاضی هشتم داشت. آقا من یادم نیست، فدا سرت میگم بهت، ولی خودت هم خواستی یه پیش زمینه پیدا کنی، برو ریاضی هشتم برداراتو بخون، جمع برداری. بله ببین من اصلا کار ندارم بچه ها، این مطالبی که دارم میگم اصلا اینا دهم هم نیست. ببین اینا همه دارم از پایه دارم میگم، هفتم هشتم نهم. آقا من بردارا بلد نیستم، اشکال نداره، باید بری بخون، میگم بهتا، ولی خودت هم خواستی بیشتر برو بخون. سوالا کتاب هشتمت کتاب جناب فلان، برو نگاه کن. بتونم گفتم یه کتاب خیلی خوب هست، آها برای بچهای دهم یا یازدهم که دارم میگم خیلی میخوان خوب بلدن، یه کتاب هست، کتاب تتا، یه کتاب فیزیک تتا هست. این کتاب فیزیک تتا مباحث فیزیکیه هفتم هشتم نهم از تو کتاب جدا کرده، یه کتاب جدا نوشته، قبلا تکجلی توپل بود، الان کردتش دو جلی. کتاب فیزیک تتا، کتاب فیزیک تتا مباحث 7 8 9 رو جدا کرده، اومده قشنگ که مثلا برداره، اومده یه فصل جدا راجع بردارها، همون برداری که مثلا توی ریاضی بوده اومده تو فیزیک کاربردشی اومده گذاشته، چون نمودارشناسی رو اومده جدا مثلا بحث اومده کرده، چه میدونم بحث حرکت شناسی تون دینامیک گرما فشار فلان، اینا قشنگ اومده جدا کرده. بچه‌ای که میخواد وارد 11 هم بشه میگه تو این مطالب باید بلد باشی، خواستین اونم بگیرین، خیلی کتاب خوبی هست و بسیار کمک کننده است. اینم از این است. تا اجام گرفتین چی؟ تا جام حل. خیلی خوب، کمیت ها برای اندازه گیری دو تا ویژگی دارن بچه ها، کمیت ها نباید تغییر کنه، قابل بازتولی، یعنی بتونیم به راحتی همون تولید هم سریع از مثلا خطکش استفاده کنیم، یعنی متر استفاده کنیم، فلان از این حرف استفاده کنیم. بعد کمیت ها نباید هم تغییر کنن که داستانش هم اینجاست. الان حال میرسم به جدول. بعد یک کتاب، بچه ها این کتاب در طبعه یک سوال هایی میپرسه، مال بچه یه مثلا 4 دبستان باید باشه. من یه سوال بدم، این سوال کتاب درسی، مثلا پرسش کتاب درسی، اگر مطابق شکل یکای تو را فاصله بین نوک بینی تا انگشتان دست در نظر بگیرید، چه مزایا چه معایبی دارد؟ خب مزایش خود در دست است، یعنی خیلی زود میتونیم تولیدش رو استفاده کنیم. معایبش چیه؟ خب فاصله که از اینجا داریم ثابت نیست. من نمیدونم این کتاب درسی بعضی خود چی فکر میکنه، نمیدونم شما رو
خیلی باهوش فرض کرده، خیلی میخواد تحقیرتون کنه، نمیدونم والله به قرآن چیکار کرده. بعضی جو آدم شک میکنه چرا هم چیزایی داریم. من کتاب خدایش مثلا این مسئله، من کتاب بچه دهم نیست، حداقل بچه چه میدونم 15 16 ساله که میاد، این مال 15 16 ساله، مثلا میگه مال 7 8 ساله بخواد بگه 9 ساله 10 ساله یه چیزی کار ندارم. اینا مثلا اینجوری، این داستان مثلا اینجوری سوال داده که حالا سوال خیلی کمیت‌ها به دو دست تقسیم میشه، کمیت‌های اصلی و کمیت‌های چی بگید، کمیت‌ها به دو دست تقسیم، کمیت‌های اصلی، کمیت‌های فرعی. اصلی و فرعی. اصلی ها بچه ها هفت هستن، یک دو سه چهار پنج شش هفت. طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده که دارین، جریان، شدت، روشنه. خب تا الان بچه های دهم طول دیدن، واحدش متر، جرم دیدن واحدش کیلوگرم، زمان دیدن واحدش ثانیه است، دما واحدش کلوین. ممکنه دیده باشین، ممکنم ندیده باشین، ولی تو دهم میخونه، ولی واحدش احتمالاً تو پایه گفتن. مقدار ماده مول هست، جریان ندیدین که حالا، اینم ندیدین. داستان اینه که اینو اصلا دیگه نخواهید دید، فقط باید بدونین یه همچیزی دارین. این شمع ولی کندل، من شمع کاندلا فارسیش میخونم، کندل معنی شمعی که دارین، اینو اصلا تا حتی 12 اون تا نمیخونین، یه آمپر میخونین تو 11 همتون. بچه 11 هما ممکنه، اونه که مثلا الان 11 همشون تموم شد الان 12 هم، اونا ممکن دیده باشن، ولی آمپر کمیت هست که تو 11 هم میخونه. فقط شما بدونید کمیت ها اینجور هست. این هم از این داستان. تا اینجا هم گرفتین چی؟ حل بعد طول، جرم، زمان، دمایی که داریم، اقدامات، جرم، شدت، روشنک. این کمیت ها اصلی تون. تمام شد. داستان بعد کمیت ها فرعی تون. فرعی ها چی هم؟ هرچی غیر اصلی باشه بهش میگم فرعی. چند تا هستن؟ تا صبح کمیت فرعی داره. تمام شد. پس کمیت ها به دو دستن. اصلی و فرعی. این هم یاد گرفتیم. خب بچه ها من راستی اینجا یه سوال بپرسم، اینو همیشه هم پرسیدم، مجدد از شما پرسم، کمیت های نرده ای جهت نداشتن دیگه؟ کمیت های نرده، کمیت های نرده ای میتونه منفی باشن؟ بچه ها جواب به من بدین، کمیت های نرده ای میتونن منفی باشن؟ بچه ها کمیت های نرده ای میتونن منفی باشن؟ کمیت نرده ای میتونه منفی باشه یا نه؟ آقا کمیت نرده ای میتونه منفی باشه یا نه؟ جواب من بده. آقا اگه میتونی یه مثال بزن، اگه راست میگی یه مثال بزن، اگه مردش یه مثال بزن. آقا باریکلا شیطون بلا. آقا مردش هم میگم دما، همینی که الان گفتیم، باریکلا دما. دما راست. آقا دما الان گرمه، دما هوا 30 40. البته ما ببین تو 40 درجه دیدین منو چای میخوریم ما، دقت کردیم؟ دما هوا بچه مثلا 42 درجه است که چای داغ دبش بریز بخوریم. تو کانادا مثلا اونو با 28 درجه سیده دارن میمیرن، مثلا 50 نفر گرمازده شدن مردن، تو کشور بی فرهنگ بی شور اون گرمازده شدن مردن، مثلا تو 35 درجه مثلا سیلی از افراد گرمازده اون مردن اتفاق افتاد. خب ما ولی مثلا تو 38 درجه چای داغ بخوریم حال کنیم، اینم خیلی باله. آوری کلا بله، دما، دما منفی. آقا فقط دما؟ نه، بار الکتریکی، همین امروز مثال زدم، بار الکتریکی هم مثبت داره هم منفی، کمیت مثبت داره منفی داره، تمام شد. کار مثبت داره منفی داره، انرژی مثبت داره منفی داره، گرفتی شد. اینا بله کمیت نره هم منفی هم دارن، مثبت بعضیشون ولی فقط مثبتن، بعضیشون فقط مثبتن. جرم، جرم نرده یا برداری؟ جرم، جرم نرده یا برداری؟ جرم که نرده ای بود، مثبت منفی داری یا نه؟ مثبت منفی داری یا نه؟ من جویشت نه دیگه، مثبت منفی که نداره بچه ها. منفی 10 کیلو که چی کارش میخوای بکنی؟ منفی که نداره. میام حواستون باشه، بعضی مثبت منفی دارم بعضی نداره. اوکی، اینم حالا میرسیم آروم آروم راجع به اینم بکنم. اینم آها، حالا این فرمولا رو چرا گفتم؟ تو جدول کتابتون بچه ها اصلا باید کمیت فرعی رو بلد شید. خب کمیت فرعی رو نگاه کنین، متر بر ثانیه، متر بر مجرور ثانیه، نیوتن، پاسکال، جول، اینا واحداشونه. یک کار فرعیشونه، متر بر ثانیه، متر بر مجرور ثانیه، کیلوگرم، متر بر اس ثانیه، کیلوگرم بر ام استویک دارین، کیلوگرم ام دو بر استویک دارین، و اینا باید حفظ بشن. آقا این جدول باید حفظ بشن، حفظ.
آقا خاک تو سرم، من این جهاز رو باید حفظ کنم، من فیزیک میذارم کنار، بعد از سرت نمیخوا بذاری کنار. فرمولا رو گفتم واسه خاطر همین بود. بیا اینجا، سرعت یا تندی مگه نبود بالاخره یه فاصله تقسیم بر زمان، یه چیزی تقسیم که این متر بود، متر بر ثانیه که داره. پس تمام، پس چون این تقسیم بر این میشه، واحدش میشه بر حسب چی بابا؟ متر بر ثانیه. شتاب، فرمول شتاب آ بود دلتا وی تقسیم بر دلتا تی، یعنی اینجوری بگو متر بر ثانیه بخش بر ثانیه میشه متر بر مجرس. نیوتن، بیا فرمول بگو F مساوی ام آ. ام چیه؟ کیلوگرم. آرام همین بالا به دست بودی، متر بر مجذور ثانیه، پس به کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه. فشار، پی مساوی اف بر آ. اف از کجا به دست؟ اف از اینجا به دست بیار، نگاه، کیلوگرم متر بخش بر مجذور ثانیه، پس صورت میشه کیلوگرم متر بخش بر مجذور ثانیه. تقسیم بر چی؟ آ، آ چیه؟ سطح، متر مربعی که دارین، یه متری که دارین توی صورت با یه متری تو مخرج میره، اس هم میاد تو مخرج، پس پی میشه کیلوگرم، متر میاد تو مخرج، اس به توان دو میاد تو مخرج، به خاطر میشه کیلوگرم ام بخش بر اس کرد. آقا انرژی کار، کار فرمولش همین امروز گفتم شاد اف دی کوسینوس الفا، کوسینوس رو که مهم نیست، اف همینجا الان نوشتیم کیلوگرم متر بخش بر مجذور ثانیه، ذره در دی جا به جای متر، متر ذره در متر میشه متر دو کیلو، میشه کیلوگرم متر دو بر اس دو کیلو. آقا دمای با کلوی نمیتونه منفی باشه، بله چون مطلق اسمش دمای مطلق میشه، کاملا درست بهش میگن دمای مطلق، نمیتونه برای سانتیگراد فارنهایت میتونه باشه. این هم از این دست گرفتی؟ آقا پس من اینا جوری افشون نمیخوام افشش، باید فرمول بنویسی دو سه بار بنویسی تا اینا ملکه ای ذهنت باشه. وی متر بر ثانیه، شتاب متر بر مجذور ثانیه، نیرو اف میشه ام آ، کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه، پی مساوی اف بر آ، کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه تقسیم بر متر مربع میشه کیلوگرم تقسیم بر ام اس دو ای که داری. کار اف دی کوسینوس الفا، کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه ضرب متر میشه کیلوگرم متر دو بخش بر اس دو. یه بار آقا دو بار تون بگیم، سرعت متر بر ثانیه، شتاب متر بر ثانیه بخش بر ثانیه متر مجذور ثانیه، شتاب نیرو اف مساوی ام کیلوگرم متر بخش بر مجذور ثانیه که داریم. فشار اف بر آ، کیلوگرم متر بخش بر مجذور ثانیه تقسیم بر ام دو که داریم میشه کیلوگرم بخش بر ام اس دو که داریم. کار اف دی کوسینوس آلفا که داریم، کیلوگرم متر بخش بر ثانیه ضرب در متر که داریم میشه کیلوگرم ام دو بخش بر اس دو. تاپ دور سه بار روز خودتون، چهار روز خودتون ملک زن توش. این هم تمام فرعی اصلی، آه این کل کمیت اصلی فرعی هم که تو کتاب تو مولد است. آقا هر فرمول دیگه هم میتونیم بگیم برازه؟ آره میتونیم بگیم، میتونیم بگیم تمام شد. خب از اینجا بعد یه قسمت های خوندنی کتاب، حتما خوندنی شو بخونیم، فقط خوندنی هستن اینا که دیگه آسونن، اولی باید خونده بشن، در صورت متن کتاب یه بار باید خونده بشه. این طولی که دارین، جرمی که داری، زمانی که داری، مفهوماش، تعریفاش و یه داستان دیگه اینجا خیلی مهم دارین به نام تبدیل یکاهایی که داره. آقا تبدیل یکاها چجوریه؟ خیلی آسون، خیلی آسونه. خب آقا چیکار کنیم تبدیل یکا؟ گوش به من بده. یک، برای دونستن تبدیل یکاها گوش به من بده، فکرم هنگ کرد. خب برای دونستن تبدیل یکاها اول یه پیشبند پسبندایی میگم یاد بگیر دیگه تمامش کنم. گوش به من بده. بچه تا اینجا فهمیدین؟ بچه تا اینجا با من این؟ اگه فهمیدی یه یک بده. بچه تا اینجا قشنگ درست فهمیدین؟ اوکی؟ یه یک بده. اوکی مرسی، حل روال. اوکی بینج آقای پیشوند پسانده، کدوم ها رو باید یاد بگیرم؟ اونایی که تو کتاب تو اومده گفته قرمزشون کردین رو باید یاد بگیرم. ولی یه چی بگم بینی باشم، تو آزمونا بعضی وقت شیطنت میکنن، یه عده دیگرم میدن،
به خاطر همین این جدل اینایی هم که میگم علاوه بر اون یاد بگیر، یه سه تا دونه دیگه هم باید یاد بگیر. میدونم تقریبا همشو بلدین، ولی یه سه تا دیگه هم یاد بگیریم با هم اشتباه نکنید. بیا اینجا یاد بگیریم. آقا چی یاد بگیریم؟ بیا اینجا یه داستان داریم. اینجا پیکو در تا منفی 12، نانا در تا منفی 9، میکرو در تا منفی 6 میلی سانتی. یه دونه داریم دسی با دی نمایش میدن بچه‌ها، یاد باشه. دسی 10^-1 با دی نمایش میدن. یه دونه داریم دکا با دی ای نمایش میدن. بچه‌ها دسی با دی نمایش میدن، دکا با دی ای. این حواستون باشه، فقط با هم اشتباه نکنید. آقا تو کنکور میاد؟ تو کنکور نه. آقا تو کنکور آزمایشگاه میاد؟ بله. تستا کنکور آزمایشگاه اگه بزنی مثلا تو کتابو ببینیش، مثلا نمیشه مثال امتحانی مثلا از اون قلمچی گزیندو سنجش گاد ماز چه میدونم تستر، هر آزمونی که می‌خوای، هر آزمونی که می‌خوای از این چیزا ممکن توش ببینی. پس دسی با دی، دکا دی ای. این یه داستان. سه تا که بعد دسی و دکا، هکتو. هکتو با اچ نمایش میده. هکتو یعنی ده به تمام. اینم هست. یه چیز دیگه بچه ها ممکنه شد، هکتو رو وقتی من بگم الان هکتو با چه کلمه احتمالا تا حالا شنیدین، ممکن با چه واحدی شنیدین ممکن اشتباه بگیرین؟ بگیم میخوام اینم شنیدین با یه واحد دیگه شنیدین؟ نمیخوام اشتباه بگیرین، میخوام اونم بگم. میدونین شما بگین هکتو با کلمه آباری هکتار دیگه، آباری کل ها هکتار، اشتباه نگیش بچه ها. هکتار واحد سطح هر 10^4 متر مربع رو بهش میگن یک هکتاری که داری. هر 10^4 متر مربعی که داری بهش میگن هکتار، یا جریب هم بهش وزیفه میگن، جریب یا هکتاری که داری. هر 10^4 متر مربعی که داری بهش میگن یک هکتار. چون واحد چون سر رفتی هکتون نداره. ها اینم پس اشتباه نکن، تمام شد. این واحدات، این تبدیل واحد، اینم یاد گرفتین شد. ببینیم کیلو 10^3، مگا 10^6، گیگا 10^1 دارین، ترایی که دارین 10^12 که دارین. مثلا میگن چه میدونم 5 گیگ فیلم داره، مثلا 10 گیگ فیلم. مثلا حجم وقتی دانلود میکنیم مثلا یکی مگا اصلا ام، مثلا نوشته 200 ام، بعد اون نوشته مثلا 200 کیلو. 200 کیلو گیف عکس میه بالا. بعضی وقت فیلمه، مثلا فیلم میشه 10 ام، 10 مگابایتی که داری، چون 100 200 500 700 مگابایت. مثلا فیلماتون داره 200 300 مگابایت 500. آقا اینا فول اچ دی ان، آقا اینا در حد 1.3 گیگابایتی که داری، 1.9 گیگابایتی که داری، 200 گیگابایت کل فیلمایی که مثلا فلان 500 گیگابایتی که داری، 1000 گیگابایت 1 ترابایتی که داری، ظرفیت کل هاردتون مثلا اینجوریه. اینا هم از این دوستا، اینا هم که یاد گرفتین، اینا میدونم بلدین. آقا حالا چی تبدیل واحد کنیم؟ خیلی آسون. یه روش کتاب داره. ها اینا رو بچه‌ها جلسه آینده بگین. یه روش کتاب داره. یه روش هم که می‌خوام. آقا گوش به من بده. گوش به من بده، این تبدیل واحد رو میگم چه بچه‌ها 11 چه بچه‌ها 10 اینو باید یاد بگیرن، چون نیازش دارن. نیازش دارن، خیلی هم آسونه. گوش به من بده. گوش به من این تبدیل واحد رو بگم، خیالم راحت بشه. خب. گوش بده. حواست پیش. گوش کن بیا اینجا. آقا 120 سال، فقط به من گوش بده. 120 سانتی متر چند متر؟ هر وقت اینو گفت آقا 120، میخوام ذهنی هم بگه چند متر. اینی که اینجا هست و یه خط کسری تو ذهنتون بیاریم، بیارین اینجا متر. قبوله؟ عدد ثابت و فقط این چنده، این میخوایی بینید چنده، چه عددی جایی بذاری؟ عدد ثابت. بابا میدونم که 1.2، بابا میدونم که، ولی گوش به من بده، بذار رو شاخ ها برسیم بعد شاخ بازی در یا آقا 1.2 بابا شما شاخ گوش بده، بذار وقتی رو شاخ ها رسیم بعد بیا اونجا کور کوری بخونه چل چل زمان کنی. آسونا که مال منه، سختار شما باید که حل کنی. آره بابا گوش بده، بیا اینجا، بیا اینجا. آقا 120 سانتی چند متره؟ 120 سانتی متر. بچه هر سانتی متر، گوش به من بده، هر سانتی متر چند متره؟ هر سانتی متر 10^2 متر.
ببین این متر با این متر یعنی 120 تا فقط با ذره 10 تا منفی دو کن. پس جواب دین توی مربع باید بذاری 120 ذره در 10 به توان منفی دو. 100 ذره در تا منفی دو میشه 1.2. یعنی جواب این میشه 1.2 متر. آقا اینکه میدونستیم؟ آره میدونم ولی میخوام یاد بگیری اینجوری که من میگم. بیا اینجا 240 سانتی متر چند نانومتر؟ به من گوش بده، نمیخوام جلو بری، فقط به من گوش بده. 240 پس عدد ثابته رو بزنی این 240 بلش کن گوش کن. سانتی متر چند نانومتر؟ گفتم چیکار کن، یه خط کسری بکش اینو بنداز زیرین نانومتر. سوال سانتی چنده؟ سانتی چنده؟ سانتی چنده؟ بگو به من. بنویس بنویس بچه ها بنویسین سانتی چنده؟ بچه ها زود باشین، نمیخواد فقط ده رو نمیخواد بنویسین، فقط ده رو نمیخواد بنویسین، توانش رو فقط میخوام. ده به توانه آ منفی دو، آ باریکلا سانتی ده به توان منفی دو. نانو چنده؟ ده به توان منفی نو. خب اینو با این ساده میکنیم، ده به توان منفی هفت بره تو صورت میشه ده به توان مثبت هفت، یعنی جواب این میشه 240 ضرب 10 به توان مثبت هفت. یعنی الان دیگه من میخوام اینو ذهنی بگیو، اینو میخوام ذهنی بگیو. آقا سانتی متر چند نانومتر؟ پس سانتی تو صورته، 10 تا منفی دو. نانو اینور میره تو مخرج، 10 تا منفی نو، 10 تا منفی دو با 10 تا منفی نو میشه 10 به توان منفی هفت، میاد تو صورت 10 تا مثبت هفت میشه. خب بیام سراغ این قسمت. این 108 کیلومتر بر ساعت، این بچه ها انقدر تو کنکور یا محاسبات انقدر تکرار میشه که این باید حفظ کنین، این حفظ بشه. بیا پیش من، بیا پیش من، اصلا همینجا رو همین خط بنویسم. 108 کیلومتر بر ساعت تبدیل بشه به متر بر ثانیه. سوال هر کیلومتر، بیا رو همین خط کسری که دارین، هر کیلومتر چند متره؟ بچه ها یک کیلومتر چند متر؟ همه تون داره میگه 1000 متر. بفرم این 1000 متر. هر ساعت چند ثانیه است؟ سوال یه ساعت چند ثانیه است؟ خواه 3600. بفرم اینم 3600 به همین سادگی، همین یعنی صورت رو تو 1000 ضرب میکنی، مخرج رو به 3600 تقسیم میکنی. عملا اینو میان یک کلمه جدا بهتون میگن، میگن آقا اینو حفظ کن. چی حفظ کنیم آقا؟ یعنی اینو بنویسین تقسیم بر 3 ممیز 6 دهم، همین. یعنی این عددی که داریم بر اساس کیلومتر است، 1000 تقسیم بر 3 دو تا صفرش میگیم عملا تقسیم بر 3 ممیز 6 بود، همین. پس هر عددی کیلومتر بر ساعت خواستی تبدیل متر بر ساعت کنی، تقسیم بر 3 ممیز 6، 108 تقسیم بر 3 ممیز 6 که دارین، 108 تقسیم بر 3 ممیز 6 میشه 30 متر بر ثانیه. اینو دیگه حفظ باشین، چون این کیلومتر بر ساعت تبدیل متر بر ثانیه خیلی زیاد تکرار میشه، خیلی زیاد تکرار میشه. حل تا اینجا گرفتین چطور؟ حالا بیا اینجا، بیا پیش من کسر تبدیل، بیا اینجا تو کسر تبدیل. آقا بیشتر تمرین کنیم؟ بله. بیا اینجا سوال، 2 کیلومتر چند سانتی متر است؟ سوال اینه 2 کیلومتر برابر چند سانتی متر؟ خب سانتی متر رو بیار تو مخرج، تمام شد. یعنی یه کسر دارم اینجا که صورت کیلومتر مخرج سانتی متر. هر کیلومتر چقدره؟ 10 به توان 3. سانتی چنده؟ 10 به توان منفی 2. 10 به توان منفی 2 میره تو صورت میشه 10 به توان 2 با اون 10 به توان 3 میشه 10 به توان 5، یعنی جواب میشه این عدد رو در 10 به توان 5 ضرب کن. تا شو 2 ضرب تا آقا بیا بعدی، بیا بعدی، بیا بعدی. 859 میکرومتر چند سانتی متر؟ بیا اینجا پس اون 850 رو دیگه نمی‌نویسم، صورت کس چیه؟ میکرومتر. مخرج کس چیه؟ سانتی متر. دیگه حالا ننوشی هم ننوشی، میکرو 10 به توان منفی 6، سانتی 10 به توان منفی 2، 10 به توان منفی 6 با این 10 به توان منفی 2 با هم میرن میشه 10 به توان منفی 4، تمام. یعنی جواب 59 در 10 به توان منفی 4.
نسبت ها رو می‌نویسی ساده می‌کنه. بیا پیشم. اینجا اینجوری اصلا نمی‌نویسم. گوش کن. اینو دیگه اصلا نمی‌نویسم. فقط به من گوش بده. صفر ممیز صفر صفر سه میلی کولون چند نانو کولون. میلی کولون نانو کولون. یعنی الان به من بگی اصلا نمی‌نویسم. صورت چیه؟ میلی کولون. مخرج چیه؟ نانو کولون. میلی چنده؟ 10^-3. نانو چنده؟ 10^-9. 10^-3 با 10^-9 تو مخرج ساده میشه. 10^-6 میمونه. میاد تو صورت میشه 10^-6 که داره. تمام. پس میشه 0.0023 در 10^-6. تمام شد. سوال. حالا آقا اگر اینا مربع یا مکعب بودن چی؟ شما اول مربع یا مکعب بودنشون اصلا کار نداری. این صورت سوال اول اینجوری میخونی. گوش بده من. صورت سوال اینه. 12 میلیمتر چند سانتیمتره؟ صورت سوال اینه. 12 میلیمتر میلی متر چند سانتیمتره؟ صورت سوال اولی. میلی چنده؟ 10^-3. سانتی چنده؟ 10^-2. ساده کنیم با هم. جواب میشه 10^-1. هر چی که بود به همون توان میرسونه. یعنی الان مربعه. پس چون مربعه به توان 2 میرسونه. پس چون مربعه به توان 2 میرسونه. تمام شد. جواب میشه 10^-2. تمام شد. آقا اگه مکعب بود چی؟ به توان 3 میرسونه. بیا پیشم. مکعب بود چی؟ به توان 3 میرسونه. سوال. یه سوال بعدی رو بخون. صورت سوال اینه. 0.82 سانتیمتر مکعب. اول به مکعبش کار نداری؟ چند میکرومتر؟ اول به مکعب کار نداری. اول سوال اینه. 0.82 سانتیمتر چند میکرومتر؟ بیا اینجا پیشم. پس سوال. انقدر سانتیمتر چند میکرومتر؟ سانتی 10^-3. میکرو 10^-6. ساده میشه 10^-4. میره تو صورت 10^-4 که داری. پس جواب 10^-4. تمومه؟ تموم؟ نه. آقا اینا چی بودن؟ اینا مکعب بودن. پس اینو به توان چند میرسیم؟ چون مکعبه اینو به توان چند میرسیم؟ 3. 4^3 = 12. جواب میشه 10^-12 که داریم. مثال آقا 1 متر بخشه بر میلی ثانیه به توان 3 چند میلی متر بخشه بر گیگا ثانیه به توان 3. خب دوتا تبدیل یه خط کشی توپل میکشم. سور اول مخرج اصلا کار ندارم. اول مخرج اصلا کار ندارم. صورت چی گفت؟ 1 متر چند میلیمتر. و یه خط کسیم. 1 متر چند میلیمتر. این تموم. حالا تو مخرج چی رو باید تبدیل کنم؟ به صورت کار ندارم این دفعه. به این صورت کار ندارم. به این صورت کار ندارم. سوال. میلی ثانیه به توان 3 چند گیگا ثانیه به توان 3 است؟ همین. پس یه خط کسری داره. میلی ثانیه اینم گیگا ثانیه. اولین آیا اول کار توانسر تاثیر دارم؟ نه. اول کار اصلا انگار توانسر وجود نداره. تبدیل میکنم بعد به توانسر میرسد. اینجا سوال هر میلیمتر چند متر؟ 10^-3. میره تو صورت میشه 10^-3. پس اینجا من یه 10^-3 دارم. تا اینجا قبول؟ بیا تو مخرج. میلی ثانیه 10^-3. گیگا چند بود؟ 10^-9. 10^-9 میره تو صورت میشه 10^-9 با 10^-3. جواب میشه اینجا 10^-12. تمومه؟ نه. چرا؟ چون این باید به توان برسه. چون گفته بود به توان 3 به توان 3. جواب میشه 10^-36. حالا این میره تو صورت میشه 10^-36. 10^-3 ضرب 10^-36
ده به توان مثبت 39 تمام. تمام، در جواب ده به توان مثبت 39 حل. حل اوکی، خودتون خودتون باشین، خوب و خوش و خرم و سلامت باشین. خدافظ خدافظ خدافظ.